روزنامه حکومتی آرمان، هاشمی در دیدار با هیئت پارلمانی ایتالیا، قرار گرفتن موضوع هسته‌ای در اولویت برنامه‌های دولت تصادفی نیست. روزنامه حکومتی ابتکار، هاشمی رفسنجانی، ایران در همکاری با جهان جدی است. روزنامه حکومتی مردم سالاری، انرژی هسته‌ای مقدس نیست. سرمقاله روزنامه حکومتی سیاست روز، قطعا منتقدان به توافقات ابتدایی تیم مذاکره کننده ایران با اصل مذاکرات مشکلی نداشته و ندارند، پس قطعا آنها علیه مذاکرات موضعی نگرفته و نمیگیرند. از طرف دیگر اقلیت نامیدن جمعیت زیادی از منتقدان این توافق در شیوه و نوع توافق و نه اصل توافق با شعارهای آزادی طلبانه همین دوستان اصلاح طلب سنخیتی ندارد. روزنامه حکومتی رسالت، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور: ما در حال گذار از یک مقطع خاص در مورد احقاق حقوق خود در جامعه جهانی هستیم و مسئله هسته‌ای ما به غلط با مذاکره با آمریکا تلفیق شده است. ما در گذشته بارها با دشمن مذاکره کرده ایم و اکنون نیز منعی برای انجام این کار نداریم. روزنامه حکومتی رسالت: حجت الاسلام پناهیان در مورد هدف و پیام گردهمایی منتقدین توافق ژنو اظهار داشت: امیدواریم مذاکره کنندگان پیام این همایش را گرفته باشند و به پشتوانه نیروهای انقلابی به مذاکرات ادامه دهند. در مقاله ارگان مطلع رسالت: این سخن رئیس جمهور که نمی‌خواهیم به روی دنیا خنجر بکشیم در فضای ستمپیشگی چند دولت شرور علیه ملت چه معنا دارد؟ این سخن به این معناست که گویی ما بر روی آنها خنجر کشیده ایم و آنها مظلومانه میگویند بیایید گفتگو کنیم. آنها تعهداتی دادند که به هیچ یک از آنها عمل نکردند. اعضای همین تیم و رئیس دولت اصلاحات اعتراف کردند که آنها سر تیم کلا گذاشتند. مستند این سخن را میتوانید در فیلم من روحانی هستم ببینید. سرمقاله روزنامه حکومتی ابتکار: مردان اقتصادی روحانی ناگزیرند از یک سو تیغ جراحی را به یکی از حیاتی ترین شریانهای اقتصادی کشور نزدیک کنند و سوی دیگر هم مراقب علایم حیاتی این اقتصاد بیمار باشند و هم درد و دیگر عوارض مقطعی ناشی از این عمل را تسکین دهند. بدیهی است که در چنین شرایطی باید شاهد تب و التهاب موضعی و کوتاه مدت در جاهایی از اقتصاد کشور باشیم. از قضا یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش این التهاب و بازگشت ثبات و آرامش در این حوزه برداشتن یک گام مهم دیگر تا توافق جامع هسته‌ای و تداوم پیدا کردن توفیقات دولت در عرصه سیاست خارجی است. سرمقاله روزنامه حکومتی مردم سالاری: در این شکی نیست که غربی‌ها قابل اعتماد نیستند، اما آیا دیوار کرملین جایی برای یادگاری نوشتن ایرانی‌ها دارد که برخی فقط ایالات متحده را می‌بینند؟ روزنامه حکومتی اعتماد: اسحاق جهانگیری محور اصلی خود را با توجه به همایش اخیر اقلیت تندروی مجلس در تخریب مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 اقدامات دیپلماسی تیم مذاکره کننده قرار داد و خطاب به نمایندگان گفت: تمام مراحل مذاکرات با مشورت رهبری است. هر زمان ایشان تشخیص دهند روند مذاکرات شکل دیگری پیدا کند، این دولت مطاع است. در دولت تلاش می شود تا هیچ دستور رهبری بر روی زمین نماند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستورات رهبری اجرا شود. در آستانه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای بار دیگه جار و جنجال در رژیم بالا گرفته. جیغ و فریادهای باند ولی فقیه از محافل درونی به روزنامه ها و از روزنامه ها به صحن خیابون ها کشیده شده که ما دلواپسیم. جالب اینه که باند رفسنجانی روحانی هم در اظهار دلواپسی روی دست باند مقابل بلند شده که ما بیشتر دلواپسیم. در مجلس نماینده های باند ولی فقیه، ظریف وزیر خارجه و برخی دیگه از وزیران روحانی رو زیر سوال کشیدن و ظریف هم به طعنه اظهار خوشحالی کرده که طی 8 ماه گذشته بیش از هر وزیر خارجه در طول تاریخ این رژیم به کمیسیون
به کمیسیون امنیت و به خود مجلس احضار شده و مورد سوال و جواب قرار گرفته. اما خب واقعا دعوا بر سر چیه؟ بر سر مذاکرات هسته‌ای و مخالفت با خوردن زهر هسته‌ایه؟ اگر به حرفها و نوشته های اعضای باند ولی فقیه نگاه کنیم، حتی تند و تیزترین نعره کشان اونها مخالفتی نه با مذاکرات و نه با زهر خوردن و ضرورت اون ندارن و حتی این رو برخلاف گذشته تصریح هم میکنن که به مذاکرات ادامه دهید. اینکه ما بارها با دشمن مذاکره کرده ایم، به الان هم من ای برای اون نداریم. باز هم تصریح میکنن که در شیوه و نوع توافق و نه اصل توافق حرف دارن. خب حرفشون چیه؟ حرفایی که الان اینها مطرح میکنن هیچ کدوم راجع به اصل مذاکرات نیست. اینکه ظریف در مورد اسرائیل و هولوکاست چه گفته یا نگفته، یا کارشناسان نظامی کره شمالی رو چرا راه ندادند و غیره، اساساً نق و نقه. چون حتی در مورد شیوه مذاکرات و نوع توافق هم حرف روشنی ندارن. قبلا با اشاره و تلویح میگفتن که تیم مذاکره کننده مقام رهبری رو گول زده. گفتن در مذاکرات خیلی چیزها به دست آوردیم، اما بعد معلوم شد چیزی به دست نیاورده ایم و یک سویه داده ایم. اما الان دیگه این حرف رو هم نمیزنن، چون خود خامنه‌ای هیچ حرفی در این زمینه نزده و باز هم از ادامه مذاکرات و از تیم مذاکره کننده حمایت کرده. همینطور شنیدیم که اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی هم بار دیگه تصریح کرد که تمام مراحل مذاکرات با مشورت خامنه‌ای بوده و هر زمان که خامنه‌ای بگه مذاکرات شکل دیگری پیدا میکنه. پس باز این سوال همچنان باقی است که درد این جماعت دل با پس چیه؟ درد در وهله اول تناقض دردناک و مرگباریه که خود ولی فقیه هم به اون دوچاره و اون رو ناگزیر از دوگانگویی های مسخره‌ای کرده که دایره اون هر روز هم محدودتر میشه. نظیر این که مذاکره بکنید اما به دشمن اعتماد نکنید. مذاکره بکنید اما از حقوق مسلم خود کوتاه نیایید. توصیه های احمقانه‌ای که تو بازار سیاست و صحنه عمل به یک سکه پول سیاه هم نمیارزه. اما از درد و تلخی و سوزانندگی ناشی از فرو دادن زهر هسته‌ای خبر میده. زهری که تا اعماق درون رژیم و امعاء و احشای اون رو از هم میدره، اما در این حال هیچ چاره‌ای هم از خوردن و فرو دادنش نداره. از منظر دیگه این ناله و فریادها نه ناظر به وضعیت کنونی و صورت مسئله کنونی یعنی خوردن زهر، بلکه ناظر به آثار و پیامدهای زهره، یا ناظر به جام زهرهای بعدیه که عبارت از حقوق بشر یا کاهش اعدام و سرکوب و اختناق و عقب نشینی های منطقی و عدم مداخله در امور سوریه و عراق و لبنان و سایر کشورهای منطقه. از اینجاست که تازه راه و خط دو باند از هم جدا میشه. ولی فقیه میدونه که اگر بعد از زهر اتمی به جام زهرهای بعدی تن بده، به معنای از دست رفتن تخت و بخت ولایت فقیهیه. اما خط رفسنجانی اینه که شتر سواری دلا دلا نمیشه. باید تا ته این خط رفت و در این خیال باطله که تنها اینطوریه که میشه هم این رژیم رو از سقوط نجات داد و هم بر تخت اکبرشاهی نشست. آینده‌ای که چندان دور هم نیست نشون خواهد داد که هر دو باند به قول معروف خشت بر آب میزنن. حکم مرگ دیکتاتوری ولایت فقیه بدون هیچ تجدید نظر از جانب مردم و مقاومت ایران صادر شده.